در این برنامه بخارا به دیدن ملایی آمدیم که سالها ما رو خندونده. برور بنفش به بخارا آمده، شهری که با روی کار آمدن رئیس جمهور کنونی ازبکستان و سیاست‌های جدید جهانگردیش در سال‌های اخیر درهاش رو به روی همگان باز کرده. بخارا به همراه سمرقند به خاطر جشنواره‌های سالیانه، گرد همایی‌ها و مناسبت‌های گوناگون که تعدادشون بیشتر و بیشتر شده، به پایتخت‌های تاریخی و فرهنگی ازبکستان تبدیل شده. اما چه شد که بخارا چنین شد؟ جدایی های ما از 500 سال پیش آغاز شد. در آغاز سلسله صفویه، شاه اسماعیل صفوی اسلام شیعه رو مذهب رسمی قلمرو خودش اعلام میکنه. این کار باعث میشه بسیاری از اهل تسنن ایران غافلگیر و ناراضی بشن. خونریزی هایی در میگیره که به واسطش قسمت های از خراسان بزرگ از حکومت مرکزی ایران جدا میشه. در دوره های بعد هم حاکمان ولایت بخارا یا با کشمکش یا با صلح رابطهشون با ایران ادامه میدن، ولی سرانجام به قدرت مجزایی در آسیای میانه تبدیل میشه. بنابراین هیچ وقت در زمان قاجارها شهرهای سمرقند و بخارا به واسطه پیمان یا شکست در جنگ به روسیه واگذار نشد. اما دو سده پیش که روسیه شروع به کشورگشایی کرده بود، جداگانه بخارا و سمرقند رو تسخیر و به زیر سلطه روسیه تزاری برد. نزدیک 100 سال پیش انقلاب سرخ روسیه به رهبری لنین اتفاق میفته. کمونیست‌ها حکومت تزاری رو سرنگون و کشور جدید اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی رو پایریزی میکنن که از جمهوری‌های مختلفی تشکیل شده بوده. در این مرزبندی‌های کشور جدید، بخارا و بسیاری دیگر از شهرهای تاجیک در ازبکستان قرار میگیرند تا امروز که ما به این شهر آمدیم. ولی دیگه سالها گذشته و کسی از اون روزها چیزی به یاد نداره. فقط یک حس مشترک و قدیمی و یک کشش باطنی هنوز بین ما و مردمان این شهر هست که در زبان و ترانه ها تازه تر میشه. مانند این ترانه از خواننده بخارایی یولدوز توردیف. شب و سحر زت به خبر، وای وای چی گویم، دود دی رخ پای بدر، وای وای چی گویم، دل بر من در بر من هم دل من نبوده، از دل بشکسته دیگر، وای وای چی گویم. بنفش رو نگاه میکنید در بخارا، شهری با 300 هزار نفر جمعیت و 2000 سال پیشینه، شهری که مرکزش گرد استخر بزرگی شکل گرفته که مردم محل بهش میگند حوز،
اینجا صدها سال تغییر چندانی نکرده. سرد من هم این چاپ سنگیه که مال 140 سال پیشه. اینجا هیئتی رو میبینیم که تصور میشه صوفیان شهر هستن که لب همین حوض و جلوی خانقاه بزرگ نقشبندی ایستادند و به آینده چشم دوختن که ما به اون سفر کردیم. این قسمت دست نخورده تر شهر بخارا هستش که میبینین. هنوز اون تاقیا داره، خیابونهای باریک و کوچیک نوسازی اگه شده به سبک همون قدیمه. این تاقیا رو میبینین که ورودی به کوچه های باریک و بیشتر خونه ها هنوز اون تاقچه های قدیمی و اون دکورهای مخصوص گچکاری ها و رنگ های خیلی زنده رو داره توی داخلش. در گوشه و کنارش تاقی ها هستن یا گنبد هایی که زیرش بازارچه هایی بوده زمان شیبانیان اونها ساخته شده. شیبانیان هم ما رو 500 سال پیش هستن. این محله محله یهودیان بخاراست. یهودیان بخارا در هنر به خصوص نقش خیلی مهمی داشتن، در کل این مجموعه تاجیکستان و ازبکستان و حتی در دوره سوویت یا دوره شوروی هنرمندانی بودن، نوازندگانی بودن، خوانندگانی بودن که فعالیت بسیار زیادی داشتن و موسیقی رو حفظ کردن در این شهر. ولی بعد از اینکه شوروی از هم پاشید، اونا مهاجرت کردن به کشور دیگه، چیزی نمونده جز یک مدرسه ای که میبینی که دانش آموزا دارن ازش میان بیرون. و اما در این پیاده راه که شب قوقاست، به اینجا میگن لب حوض، به این میگن حوض، به این استخر بسیار بزرگ که اردک هایی هم داره که من رو یاد هخامنشیان میندازه، چون زمان هخامنشیان خیلی اردک دوست داشتن. ربطی به اینجا نداره مثلا. اینجا لب حوض رستوران های گرون، شب ها شلوغ، ولی جالبه در چند قسمتش ساختمون های قدیمی هنوز هستن. در یک طرفش مدرسه اسلامی بوده زمانی، مجسمه مولا نصرالدین و خرش اینجا هست که میرن بالاش عکس میگیرن، و اون ورم بزرگترین مدرسه علمیه اینجا هستش، مدرسه اسلامی، مال قدیمه، نزدیک به 500 سالشه. این درخت هم خودشون 500-600 سالشون هستش. چند تا در اینجا هستن که تقریبا دیگه از بین رفتن و قدیمی ترین درخت های این شهر و این منطقه هن. این حوض جای خودش، این ساختمان جالبه. این ساختمان زیبا خانقاه طریقت نقشبندی هستش که خیلی جالب وسط شهر برقراره. خانقاه مرکزیشون هست. نقشبندیان سرسلسله شون بهاءالدین نقشبند بوده، صوفی که اعتقاد داشته درویشان هم باید کار کنن و هم عبادت یا اون طریقت رو برن، و این مرکزش هستش. یک مسجدی داره وسطش و دوروبرش هم اتاقایی بود که درویشان می اومدن و می شستن و سلوک می کردن و می رفتن. میگن علتی که نامش یا لقبش نقشبند بوده این است که یا در کار چاپ نقش روی پارچه بوده یا قلمزنی میکرده فلزاتو، که همین بازارچه اطراف همین کار انجام میدن، یا اینکه اصلا خدا رو در قلب خودش نقش کرده بوده. داستانهای مختلفی هست. طریقتیه که نزدیک به 800 سال اینجا قدمت داره. اما این محله یا این باره به قول فردوسی باره خاصی هست که چنین تنوع آیینی و مرامی و مذهبی داره. خانقاه، کنیسه یهودیان و محلشون، مدرسه های مختلف. پشت این خانقاه هم آتشکده ای بوده زمانی که آتشکده مرکزی بخارا بوده. بعد دید ببین چه بر سرش آمده. اینجاست.
این ساختمان نیمه خرابه و زیبایی رو که میبینین آتشکده ماه بوده در دوره ساسانیان و در کنارش بازاری بوده که شاه آن زمان بخارا دستور ساختش رو داده بوده و دورورش بیشتر نمادهای آیین و مراسم و مذهب زرتشتی رو میفروختن، مجسمه آناهیتا، ماه و نمادهای دیگه. وقتی که مسلمانان به شهر میان آتشکده رو خراب میکنن و اولین مسجد رو روش میسازن. اینو گوشزد کنم که طول میکشه تا مردم شهر بخارا از زرتشتی به اسلام روی بیارن و میگن که از دلایلش هم جزیه سنگین بوده، یعنی مالیات سنگینی که برای غیر مسلمانان گذاشتن در این شهر. بنابراین نزدیک به 100 سال طول میکشه که مردم شهر همه مسلمان میشن، به مسجد میان. حتی میگن که گاهی اجازه میدادن که یهودیان به داخل اینجا بیان و عبادت کنن، چون یک جوری برای یهودیان این منطقه هم اینجا جای مقدسی بوده. یکی از معجزات این مسجد هستش. چند صد سال بعد، یعنی در حدود 150 سال بعدش، این مسجد آتش میگیره، خراب میشه و دوباره مسجد دیگه‌ای رو میسازن. این مسجد تا مدت‌ها کار میکرده، کاشی‌های جدیدی روش میزنن که آیات قرآن با کاشی‌های رنگ فیروزه‌ای، ولی هنوز تزئیناتی روش میبینین مربوط به دوره سامانیان هستش. تا حدی شکل آجرها و نقشی که میدن حتی به ساسانیان میتونه برگرده، رو نقشه که بالای در میتونیم ببینیم. به تدریج تل خاکی دورش رو میگیره و دیگه ورود بهش سخت میشه، برای این درگاه دیگری رو میسازن اون بالا که با پله میره پایین. البته داستانش ادامه داره ها، خیلی اتفاقای دیگه براش افتاده که زیر گنبد ناکبودش براتون تعریف میکنم. داخل مسجد ماه هستیم. این هم گنبد مرکزیش و گنبدهای مختلفی از ستاره‌های زیبایی هست. این پنجره‌هایی که داره. اینجا هم در ورودی که بعداً ساختن، چون تلی از خاک اینجا رو بلعیده بوده، این در ورودیش برام بستن و نمونه‌های از فرش‌های منطقه رو گذاشتن. فرش‌های از ایران، از چین، از خودشون حتی، که به زودی خواهیم دید. نکته در اینه که زمانی که ارتش شوروی و کمونیست‌ها شهر رو تصاحب می‌کنن، امیر بخارا رو فراری میدن، ارگش رو بمباران می‌کنند، خاک‌های این مسجد رو کنار می‌زنن و اینجا رو به یک میخونه تبدیل می‌کنن. برای مدتی اینجا صدای موسیقی می‌اومده، مردم می می‌خوردن، می‌اومدن و می‌رفتن. شده بود یه جور کلوب. ولی الان هر کسی از هر مذهب و فکری می‌تونه بیاد نمایشگاه رو نگاه کنه، زیر این گنبدها راه بره و ببینه چه خبره. این یک نمونه کامل و درست نقش‌های ازبک هستش در قالیچه. به این شکله، یه خورده حالت ترکمن میشه توش دید، ولی نقش مخصوص اینجا این قوچ ها هستن، یا نمادی از قوچ، دو تا قوچ کنار هم هستن. این خیلی مختص اینجاست که این دور هم میبینی. یه چیز جالبی هم اینجا هست که تا نیده بودم و اون دسته یه یا وسیله ای که عقاب یا شاهین روش بشینه، عقاب شاهین هایی که اینو اهلی کردن در اینجا هستش، که این قسمت چوبیه که چنگالاش روش میذاشته. این خیلی جالبی، فرش ارمنی هستش، نزدیک به 100 سالش. من تا فرش ارمنی ندیده بودم. خیلی باحال. حالا که در این گنج خانه یا موزه فرش ها قالیچه هستیم، از قلم نندازیم فرش پازیریک رو. این فرش که عکسش اینجا هست، فرشی مال اواخر دوره هخامنشیه. این رو در کوههای پازیریک نزدیک به سیبری کشف کردن و متعلق به کسی بوده، اشرافی بوده که در گوری بوده و اینو همراهش به گور
گذاشته بودن. البته دوزا تیکای مختلفی از اشیاء این گور رو برداشتن و فقط این قالیچه مونده بوده که نیمه پوسیده است، ولی سالم سالم به خاطر وضعیت هوای اونجا. این نمونه بارزی هست، کاملی هست، از یک قالی باستانی که نشون میده از سوارانی در دورش میرن و در وسطش هم نشانهایی هست که هنوز شبیه شده دوروبر در این قالیچه ها میبینه، اون گلهایی که وسطشه. این قالیچه الان در موزه هرمیتاژ در سن پیترزبورگ هستش. این ظرف‌های سنتی اطراف بخارات که وسطش بالاست، شبیه ظرف‌هایی که از دوره هخامنشی ما داریم که جای انگشت داره زیرش و حالا پایه گذاشتن. اینجا یه بشقاب خیلی جالبی هست که دیگه سیاه شده در اثر مرور زمان. نوشته وقف کرد این طبق را شهره، بقیش نمتون بفهمم، خال مراد در موضع آرغوان 1344 که تولد منه، البته این قمری هستش، درست نزدیک به 100 سالش میشه این ظرف. و میگن که در خانقاه همین کنار ما که خانقاه نقشبندیه، دو روز در هفته غذا میدادن رایگان، وقف میکردن به مردم و درویشان و حتی گداها میمدن اونجا غذا میخورن. شاید این بشقاب ربط داره به اون وقف خانقاه. این حتی از محراب بعد بگذاریم، محراب این مسجد که روزی شاید آتشدانی در کنارش بوده، این رو نگاه کنید، این طبل یا کوس هست، طبل قدیمی که میزدن روش، ولی قشنگ از این که اینجا باقی مونده دست نخورده میشه یک نتیجه گیری کرده، حدسی زد. در تاجیکستان زر رو میگن زیر بغلش میزن، بهش میگن زیر بغلی و خیلی شبیه به اینه. بعض وقتا هم از کوزه است، بعض وقتا از چوبه. و ما هم در زورخونه چنین سازی رو داریم، ضرب زورخونه از سفاله. برای من میشه تصور کرد که شاید کوزهای قدیمی که برای جنگ بوده به تدریج تغییر شکل پیدا میکنه، میشه زیربغلی و تنبک و ضرب زورخونه هم که دیگه ربط داره خوش به جنگ. و شاید این نمونه باشه از جد تمام این سازهای ضربی ما. پس اکنون بپردازیم به موسیقی در این شهر. باز آمده ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد همچو من، قربان تو قربان تو. ایشون رو دیدین در یک رستوران می نواختن. خوشحالم که شما رو میبینیم اینجا. ازشون خواستیم جلوی مسجد مغاک عطاران بنوازن که بازار عطاری هم بوده روزی و بازاری بوده در زمان قدیم، نمادها و مجسمه می‌فروختن. شما خوب هستین؟ خیلی ممنون. آقای اختم، اختم خوش آمدیدتان بخارا شریف. آهنگی رو برای ما با تار میخونه، حتی تارشون فرق داره، سه تا جفتی داره، یه سیم تکی هم اینجا هستش، با یه جفتی هم اینجا. صدای منو که میشنوید اکو میده، اکوش خیلی قویه و پشت تارم صافتره، دستش هم تیزتره پشتش. خیلی خوشبختم. شما چند سال ساز میزنی؟ بچگی. از بچگی. شما فرزند خانواده هم دارید دیگه؟
که منتظر شما هستن. برای ما آهنگی رو میخونن که خودشون دوست دارن ما خوشتون بشیم بشنویم، چون که در رستوران خوندم ما کیف کردیم گفتیم بیان اینجا. آهنگی ازبکی نامش چیست؟ مفتون قلی، سرود مفتون قلی. سرود مفتون قلی خواننده بوده یا شاعری بوده؟ مفتون قلی شاعر بوده از ازبکستان. درباره دنیای گذرا، دنیای فانی کمه رفتن. داریوش کجاست؟ رستم کجاست؟ اسکندر کجاست؟ آدم و حوا کجاست؟ همتون هم. برای ما برای میخونه آقای اختر. ما میریم به بازار سری میزنیم. به پیان دنیا سر بارمو پیان هر کم هر دنیا هر دنیا سن بی پیام دنیا سن بارمو پیانی هر کم هر دنیا سر دنیا سن خانمیل کرگن لقمان حکیم برکی قوم زده سر دنیا سن آخر برکیم آلبا کتر دنیا سن اینجا پر از حیات خلوتاییه که حجره‌هاشو دکون کردن، مغازه کردن و این سرامیکا خیلی قشنگه. اینا خیلی ویژه اینجا هستش، حتی نوع کوچیکشه ببینیم بهتون نشون بدم. ببینید اینها ظرفای مخصوص قژدوانه که این کنگره ها رو داره زیرش، وسطش برآمده است و یه قلقلی هم توش گذاشتن. خیلی زیباست قژدوان و همینجور ازش هست تا بزرگتراش. من اینجور 5 کیلویشو خریدم یه بار. اینا هم طرحایی که شبیه به طرحای همون دوره سامانی، ولی خب دیگه قرن 21 با دقتای امروز. اینا قدیمی هن؟ اسلام پیش. اخلام؟ اسلام من پیش. آه پیش از اسلام هست. پیش اسلام هست، این بعد از اینجوری اسلام موندم. آها اینا شبیه رنگ کاشیکاری که در مسجد مغاک عطار یا مسجد ماه که زمانی آتشکده بوده هستش. کاشی ببین اینا خوب. این هم پیاله های دستاز، ولی چقدر نقشش رو خوش سلیقه درست کردن. ببینی؟ واقعا شبیه پیاله های قدیمه. اینش قشنگه. یکی دیگه پیدا کنیم. این چه زیبا کار کردن. به به کار دست. ایناش زیاد زیبا نیست. این هم قشنگه، ساده. و اینجا شهر ملا نصرالدین یه جوری. اینجا مجسمه هاشه. این مولا نصرالدین فکر میکنم سوار خرش. این چیه؟ این دست نزنیده. اینو فوزون میگیرنه. یادبود مولا نصرالدینه و چهرهش رو که ببینین یاد تیموریان میفتین، چون مردم اینجا اعتقاد دارن که مولا نصرالدین شخصیت واقعی بوده، مال دوره امیر تیمور گورکانی، یعنی 700 سال پیش. اینجا که سوار خرش میشد و کارهای مسخره میکرد، حرفای میزده که پرمغز ولی مسخره بوده، انگار ملت رو تکون میداده.
و بعضی هم اعتقاد دارن که مال زمان حاج بکتاشه که اصلا نمیدونی کی هست ایشون، چون من نخوندم درسمو خوب. ولی ملا نصرالدین جالبه که خیلی از کشورها اعتقاد دارن مال اونهاست، حتی هند، افغانستان، ترکیه، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، عربستان و حتی بوسنی. حتی بوسنی علت داره چون که بکتاشیان از این طرف ها رفتن مهاجرت کردن، رفتن اونجا در بوسنی و جمعیتی هستن که بکتاشیون هم و حتی نوروز جشن میگیرن، شب با اون داستان رفته. ولی به هر حال مردم اینجا فهم میکنن که مولانا نصرالدین ما رو بخارا بوده چون ما رو دوره تیموریانه، در حالی که در قونیه ترکیه جایی که مزار مولانا هست نزدیک اون در آخشر یک بنایی هست که میگن آرامگاه مولانا نصرالدین واقعیه. به هر حال هر کس کلی ما رو خندونده و لطیفه‌هاشو فکر نمی‌کنم که نسل‌های جدید دارن، ولی تا زمان من حسابی میگفتن. یکی از جوکاشو جلوی خره میگن چون جوکش رفت به خره نداره، میگم مولانا نصرالدین یه روزی یه دونه نوتو گرفته و روی تنبور هی دنگ 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 می‌زده. یکی میگه آخه دیوونه این چیه سرمون رفت دنگ 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 دنگ. مولانا نصرالدین جواب میده که نوازنده‌ها همه عمرشون دارن دنبال این نوته می‌گردن، من پیداش کردم ولش هم نمی‌کنم. I'm a dude.